دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. دعوة رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم دو مرحله زمانی داشت. الدعوة السرية أولا ثم الدعوة الجهرية. ابتدا دعوت سری رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بود و بعد از اون مرحله دعوت علنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بدأ علیه الصلاة والسلام الدعوة السرية أولا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا دعوت خودشون رو به صورت سری و مخفیانه آغاز کردند. نعم و بدأ يدعو الناس إلى الدخول في الدين الإسلام. و مردم رو به ورود به اسلام و پذیرش اسلام دعوت می‌دادند. نعم. ثم بعد هذا امره الله سبحانه وتعالى بالدعوه الجهريه. سپس الله متعال به اون بزرگوار دستور داد که دعوت خودش رو علنی بکنه. نعم. و حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الظلم والاعتداء من كفار مكه. و بدین ترتیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از سوی کفار مکه مورد اذیت و آزار قرار گرفتن و ظلم زیادی بر این بزرگوار رفت. ایشون رو اذیت کردند. به ایشون ناسزا گفتند. او رو به جادوگری متهم کردند. اون بزرگوار رو کذاب و دروغگو نامیدند. اون بزرگوار رو کاهن نامیدند. حاصرو منع الناس من بيع النبي صلى الله عليه وسلم واعطاء الطعام يعني هو وبنو هاشم وبنو المطلب حاصروه. اون بزرگوار رو بنی هاشم و بنی عبدالمطلب رو در محاصره اقتصادی قرار دادند و از داد و ستد با اونها خودداری کردند. مکه كل من ياتي الى مکه يصنع فيها ما شاء. هر کسی که به مکه می آمد هر کار که می خواست انجام می داد. جاء عمرو بن لحي بالاصنام وضعها عند الكعبه وعبدت من دون الله. عمرو بن لحي به مکه اومد و در اونجا بت های رو قرار داد که به غیر از الله مورد پرستش و عبادت قرار گرفت. يعبد الاصنام الاوثان. بت ها رو عبادت می کرد. يذبح لها. برای بت‌ها قربانی می‌کرد. الکهان السحره فی مکه. کاهنان و جادوگران به مکه می‌آمدند و آزادی داشتند. لا احد يعترض عليه. به هیچ کس بر او یا بر اونها اعتراض نمی‌کرد. و عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعود هؤلاء الى ملت ابراهيم عليه الصلاه والسلام عادوا. اما زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواست که اونها به حقیقت آیین ابراهیم علیه السلام برگردند با اون بزرگوار دشمنی کردند. لماذا؟ چرا؟ لأن يقول ربي الله. برای اینکه میگفت پروردگار من الله است.